سریال خاتون بر اساس واقعیته؟ تاریخ بستر مناسبی برای نویسنده و کارگردان هاست تا بتونن حرفای نگفتشون رو بیان کنن. توی ایران هم سریال های تاریخی موفقی ساخته شده، از مدار صفر درجه تا در چشم باد. شبکه نمایش خانگی هم از این بخش بی نصیب نبوده و سریال های مثل شهرزاد خاتون رو به چشم دیده. خاتون اما داستان متفاوتی داره. من یه سربازم خاتون، اختیارم دست خودم نیست، اونم تو این وضعیت. تا به حال هیچ کارگردان زنی به سراغ ساخت سریال تاریخی توی شبکه نمایش خانگی نرفته. تینا پاکروان با سریال خاتون این مسیر بن‌بست رو باز کرده. سریالی که روی پوستر اون جمله بر اساس یک داستان واقعی به چشم می‌خوره. اما شاید براتون سوال باشه کجاهای داستان سریال خاتون بر اساس واقعیت ساخته شده. توی ادامه این ویدیو درباره واقعی بودن یا نبودن این سریال حرف می‌زنیم. یادتون نره که اگه این ویدیو رو دوست داشتین برای دیدن ویدیوهای بیشتر کانال ما رو سابسکرایب کنید. آیا سریال خاتون بر اساس واقعیته؟ امروز چندمه جناب سرکار؟ اول شهریور 1320. داستان این سریال توی سال 1320 اتفاق میفته، زمانی که شوروی و انگلیس در جنگ جهانی دوم به ایران حمله میکنن. اتفاقاتی که سرآغاز چالش‌های سریاله. خروج نیروهای آلمانی از ایران، ورود عده زیادی از زنان، سالمندان و کودکان لهستانی به ایران، شیوع تیفوس، قحطی و غم نان، اتفاقایی که در سریال نمایش داده میشه و همونطور که میدونین تمام این اتفاقا واقعیه. سریال خاتون گاهی نگاه‌های گذرا و بدون پرداختن به عمق اتفاقات اون زمان هم داره. به این دیالوگ کاراکتر امیر هوشنگ توی سریال دقت کنی. اگه روسابیان اولین کارشون اینه که به این دیکتاتوری پایان میدن موسیو، ای خودشون بدتر میکنن. تو قرار بود شاعر بشی نه سیاستمدار. توی این قسمت سریال نگاهی به رشد اولیه حزب توده در اون سالها و تمایل اونها به شوروی داره. اما کدوم یکی از شخصیت‌های این سریال واقعی‌اند؟ فهیمه اکبر، زن آرد پای پررنگ توی این سریال دارن. شخصیت فهیمه اکبر نویسنده، خواننده و گیلانشناس بوده، زنی که قطعه معروف والس و نوروزی رو هم خونده، قطعه‌ای که توی سریال هم اجرا شد. اما نکته اینجاست که ترانه گیلانجان فهیمه اکبر که توی قسمت اول و کافه پخش میشه، فهیمه اکبر اون رو توی اون سال اجرا نکرده. جهانگیر سرتیپور این ترانه رو به مناسبت تولد دختر بزرگ فهیمه اکبر ساخته و توی 30 دی 1121 فهیمه اکبر اون رو خونده. یعنی این ترانه یک سال و نیم بعد از این زمانی که توی سریال پخش میشه ساخته شده. دریادار بایندور. افسروان بایندور؟ بله قربان، مهمات آوردین؟ خیر، فقط 3 تا از نواشین رو من دارم میبینم. یدالله بایندور سرپرست فرماندهی نیروی دریایی ایران توی دریای خزر بود که مقابل حمله شوروی به ایران نقش اساسی داشت. فرماندهی که توی 4 شهریور همون سال توی بندر انزلی و در سن 28 سالگی کشته شد. حماسه بایندورها در تاریخ ایران معروفه. محمود اعتمادزاده. اینجا چی کار میکنی؟ مگه افسر نیروی دریایی نیستی؟ بله اعتمادزاده هستم، رئیس تمرینگاه نیروی دریایی. مرخصی بودم، خودم رو رسوندم. علی فروتن توی سریال خاتون نقش میم الف بازین یا همون محمود اعتمادزاده رو بازی میکنه. محمود اعتمادزاده نویسنده، مترجم و فعال سیاسی مشهور ایرانه. مهندس دریانوردی که پس از برگشتن از فرانسه وارد نیروی دریایی ارتش شد و بعداً به بندر انزلی رفت. توی جنگ جهانی دوم دست چپش رو از دست داد و به نویسندگی و مترجمی روی آورد. موسی و آرسن. یه چایی پیش ما می‌خوردیم. خیلی ممنون، عجله داریم، باز زودتر راه بیفتیم. آرسن میناسیان معروف به مسیح گیلان از ارمنی‌های معروف و نیکوکار گیلان بوده. مردی که به اولین‌ها در گیلان شناخته میشه. ساخت اولین داروخانه شبانه روزی ایران در رش و همچنین اولین خانه سالمندان توی رش از جمله خدماتی بوده که انجام دادن. میناسیان 14 فروردین 1356 فوت میکنه. خودم اصالتاً بختیاریم، تهران بزرگ شدم، اینجام زندگی میکنم. خانم ملک هستن، همسر سرگرد ملک. خاتون
اسم و فامیل کاراکتر خاتون یعنی خاتون بختیاری این شایبه رو ایجاد میکنه که شخصیت خاتونم واقعیه و از روی بیبی مریم بختیاری معروف خاتون بختیاری ساخته شده. اما بیبی مریم سال 1253 به دنیا اومده و سال 1116 از دنیا رفته، یعنی 4 سال قبل از داستان سریال خاتون. از طرفی خانواده اون از خانواده معروف و با نفوذ دوره قاجار بودن. اما چی خاتون رو به بیبی مریم شبیه میکنه؟ در واقع تینا پاکروان خواسته با الهام از شجاعت، رفتار و منش این زن توی جنگ جهانی اول، همزادی خیالی از او در جنگ جهانی دوم بسازه. از طرفی بیبی مریم از باسواده و روشن فکر زمان خودش بود و یکی از کاراش دفاع از حقوق زنانه. ویژگی‌هایی که ما به دفعات اون رو توی دیالوگا و شخصیت خاتون می‌بینیم. تو این شهر واقعا ندیدم خانومی که هم فرانسه بدونه هم امیل زولا بخونه. الان نمونهش جلوتون وایساده. از نحوه لباس پوشیدن متفاوتش تا شکار رفتن و چند زبان رو بلد بودن و دیالوگایی که نمایشی از زن متفاوته. از زنهای دیگه از جواهر و لباس و اینجور چیزا خوشحال بشن، ولی من از یه چیزهای دیگه خوشحال میشم که تو ذره‌ای بهشون اهمیت نمیدی. بنابراین همونطوری که تینا پاکروان هم توی پست اینستاگرامش اشاره کرده، خیلی از شخصیت‌های سریال خاتون واقعیان و خیلی ها نه. اما این درام تاریخی عاشقانه خالی از سوتیا و گاف‌های تاریخی و نقد مخاطبا نیست. از نقد و حذف لهجه بیلکی شخصیت‌های اصلی و فرهیخته سریال و نحوه فارسی حرف زدن اونها. تو نمیخوای بری دنیا؟ همون همیشگی؟ یا بخش موسیقی نوروزنامه که اولین بار سال 1365 ضبط شده اما توی سریال تو سال 1321 پخش میشه. واکنشا به سریال خاتون تا اینجا متفاوت بوده و میشه گفت در دو سر یه طیفه بی هیچ حد وسطی، یا کاملا سیاه و منفی یا سفید و با رضایت حد اکثری. رضایتی که توی امتیاز این سریال توی سایت سلام سینما نمایانه، سریالی که تاکنون امتیاز 8.36 رو داره. خاتون درامی با موضوع عشق و تاریخ، سریالی که به زبان انگلیسی روز روزگاری در ایران ترجمه شده. تیزر اولیه اون با شعار عشق و سالهای اشغال بیرون اومد. سریالی که گاهی آشفته است و با بعضی از اشتباهات تاریخی همراه و نشان از ذهن شلوغ کارگردان داره که سعی میکنه و دوست داره تا توی یه سریال حرفای جدی زیادی بزنه. از نگاهی به جنبش‌های زنانه تا حرفایی از آزادی، عرق ملی، وطن و حضور کشورهای بیگانه در آن. همین شما چی میگی؟ دیکتاتوری یا اشغال؟ نه دیکتاتوری نه اشغال، آزادی. این سریال کنار تمام نقدها نکات خوب زیادی هم داره، از جمله قاب‌های جذاب، گریم‌های خوب، بازی‌های دیدنی و موسیقی فوق‌العاده کیهان کلهر. نظر شما درباره این سریال چیه؟ پاینده ایران! جنگ تموم نمیشه تا وقتی دشمن زنده است. سلام سینما، اگر ویدیومون رو دوست داشتین یادتون نره ما رو لایک، سابسکرایب و نوتیفیکیشنمون رو فعال کنید.